آمریکا. روسیه 14 جت جنگی در لیبی مستقر کرده است. تکذیب شنود افراد از طریق کارگزاری تراشه در گذرنامه‌های ایرانی. خبرگزاری مهر: فیفا فدراسیون فوتبال ایران را تهدید به تعلیق کرد. نیاز به 1 میلیارد تومان منابع مالی برای رشد اقتصادی مطلوب در ایران. پیشنهاد عجیب نماینده مجلس: روزانه یک ختم کامل قرآن داشته باشیم. صفحه اول و دوم قرآن برای قالیباف است. با سلام و درود به شما هموطنان عزیز در سراسر جهان، توجه شما را به شنیدن این بخش خبری جلب می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. معاون مرکز فرماندهی آمریکا در قاره آفریقا می‌گوید که دولت روسیه 14 جت جنگی در پایگاه هوایی الجفر در لیبی مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گری گوری هاتفیلد روز جمعه 9 خرداد به خبرنگاران گفت این جت‌ها از نوع میگ 29 و سوخوی 24 هستند. روسیه قبلا این خبر را تکذیب کرده بود، ولی معاون مرکز فرماندهی آمریکا در قاره آفریقا با تایید این خبر فعالیت‌های روسیه در لیبی را نگران کننده خوانده است. پایگاهی که جت‌های روسیه در آن مستقر شده اند وابسته به گروه خلیفه هفتر است. آمریکا و سازمان ملل دولت لیبی را به رسمیت می‌شناسد که در حال نبرد با گروه خلیفه هفتر است. کارشناسان سازمان ملل متحد اردیبهشت ماه تایید کردند که گروه واگنر، سازمان شبه نظامی روسی که گفته می شود به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نزدیک است، در حمایت از جنرال خلیفه هفتر نیرو به لیبی اعزام کرده است. روسیه، امارات و مصر مهمترین حامیان جنرال هفتر هستند که از پارسال بخش‌های بزرگی از این کشور را از کنترل دولت خارج کرده و تلاش می کند ترابلوس را نیز تصرف کند. یک مقام اداره گذرنامه در ایران هر گونه شنود افراد از طریق کار گذاشتن تراشه در گذرنامه های آنها را تکذیب کرد. صادق رضا دوست، سرپرست پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، روز شنبه 10 خرداد گفت که ردیابی افراد از طریق کار گذاشتن تراشه یا چیپ در گذرنامه ها شیطنت در فضای مجازی است. به گزارش ایسنا، آقای رضا دوست اضافه کرد که ایران هم مثل 90% از کشورهای دیگر گذرنامه هاش الکترونیکی است و بر این اساس تراشه الکترونیکی در آن نصب شده است. به گفته این مقام، این تراشه الکترونیکی در گذرنامه های ایرانی تنها برای جلوگیری از جعل آنها و افزایش ضریب ایمنی نصب شده است. این مقام پلیس بار دیگر طرح این نوع اظهارات را ناشی از ناآگاهی و فقدان تخصص برخی افراد عنوان کرده و گفت که این موضوع از حدود 2 سال پیش هم مطرح بوده که همزمان در این خصوص بحث شد و توضیحات لازم داده شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به ارسال نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران نوشته است که اگر تا 16 خرداد اصلاحات مد نظر فیفا اعمال نشود، احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال ایران و تشکیل کمیته انتقالی وجود دارد. نامه فیفا روز 9 خرداد برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده و در آن تاکید شده که باید در اساسنامه این فدراسیون تغییراتی اعمال شود. در این گزارش به جزئیات ایرادهای فیفا که گفته می شود 80 مورد است به طور کامل اشاره نشده، ولی گفته شده که فیفا بر کاهش نقش وزیر ورزش در فدراسیون فوتبال اصرار دارد. فیفا همچنین بر حفظ استقلال فدراسیون فوتبال و عدم دخالت نهادهای دیگر تأکید کرده است. فرهاد دشپسند، وزیر امور اقتصاد ایران، از نیاز 1 میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ایران خبر داده است. او امروز شنبه 10 خرداد در مراسمی در تهران گفته است بخشی از این منابع از طریق منابع دولتی و همچنین بانک ها تأمین خواهد شد.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 1398 نرخ رشد اقتصادی ایران منفی 7.6% بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در فروردین ماه امسال منتشر کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را منفی 6% تخمین زد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در اردیبهشت ماه با برآورد خسارت‌های اقتصادی شیوع کرونا، میزان کوچک شدن اقتصاد ایران را بین 7.4 تا 11% در سال 1399 پیش بینی کرده است. بخشی از کاهش منابع مالی که وزیر اقتصاد ایران به آن اشاره دارد، ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ایران در سالهای اخیر است. آقای دژپسند گفته همچنین باید منابع خرد را به سوی بازار سرمایه جذب کنیم تا منابع لازم برای تحقق رشد حداقلی فراهم شود. او همچنین گفته از ابتدای اسفند 98 یکی از رویکردهای ما این بوده که تا جای ممکن مالیات را به ابزاری برای سرمایه گذاری و تولید تبدیل کنیم. با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت و دولت از سال پیش اعلام کرد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را در سال 99 کاهش داده است. یکی از راه‌های جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی بوده که حالا با افت تولید ناشی از شیوع کرونا ضربه خورده است. سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی سال 98 را 143 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. بر این اساس حدود 25 هزار میلیارد تومان هم از محل قانون ارزش افزوده نصیب ایران شد. امید پارسا رئیس این سازمان درباره درآمدهای امسال گفته خوشبینانه ترین حالت این که از 180 هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده 140 هزار میلیارد تومان قابل وصول است. اگر میزان تأثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد، بخش دیگری از کاهش درآمدها به تجارت خارجی ایران برمیگردد. تقویت بورس و هدایت نقدینگی به بازار سرمایه یکی از راه‌های دولت برای جبران این کسری بوده است که از ابتدای سال جاری به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت شده است. وزیر اقتصاد ایران امروز به روند سرمایه گذاری در دهه اخیر هم اشاره کرده است. او گفته در 9 سال اخیر از نظر رشد سرمایه گذاری شرایط خوبی را نداشتیم. دولت برای جبران کسری بودجه همچنین در صدد جذب سرمایه گذاران خارجی است و اخیراً شیوه نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی را هم اعلام کرد. بانک مرکزی ایران یکی از دلایل تورم را کسری بودجه آشکار و پنهان دولت می داند که باعث رشد بیش از حد نقدینگی شده است. بنابر آمارهای رسمی، حجم نقدینگی از آذر 97 تا آذر 98 بیش از 28% افزایش داشته و در آن ماه به 2282.3 میلیارد تومان رسیده بوده است. یکی از دلایل افزایش تقاضا در بورس اوراق بهادار ایران همین افزایش نقدینگی و سرمایه های سرگردان بوده است. منتخب مردم رفسنجان و انار در مجلس 11 درباره پیشنهاد خود مبنی بر ختم روزانه قرآن از سوی نمایندگان گفت بر اساس این پیشنهاد به هر نماینده روزی 2 صفحه از این کتاب الهی اختصاص می‌یابد و بنا داریم از جلسه روز یک شنبه این کار را آغاز کنیم. به گزارش ایکنا، حسین جلالی منتخب مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات پیشنهاد خود مبنی بر ختم روزانه قرآن کریم از سوی نمایندگان دوره 11 اظهار کرد در روز ورود به مجلس و اولین جلسه علنی قرآن‌های زیبایی را بر روی میز هر یک از نمایندگان گذاشته بودند که کار خوب و مناسبی بود، اما فکر کردم که چطور میتوان حق این کتاب را تا جایی که امکان دارد به جا آورد. وی افسود بر همین اساس به ذهنم آمد که اگر مجموعه نمایندگان دوره 11 هر روز 2 صفحه قرآن کریم را بخوانند، می توانیم تقریبا روزانه یک ختم کامل داشته باشیم. لذا در حال تقسیم صفحات قرآن بین نمایندگان بر اساس حروف عرفا هستم و به ترتیب صفحات ابتدایی هر نماینده را برای وی ارسال می کنم تا از یک شنبه 11 خرداد ماه این برنامه آغاز شود.
منتخب مردم رفسنجان و انار در خانه ملت با بیان اینکه روال کار بدین شکل است که هر نماینده روز یک شنبه دو صفحه مربوط به خود را می‌خواند و در روزهای بعد دو صفحه بعدی قرآن را تا اینکه یک ختم کامل داشته باشد اظهار کرد، در شروع صفحه اول و دوم برای آقای قالیباف رئیس مجلس در نظر گرفته شده است. جلالی یادآور شد ثواب اولین ختم قرآن به روح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هدیه می شود و به ترتیب هر ختم قرآن به ارواح از جمله سردار سلیمانی و شهید مدرس هدیه خواهد شد. وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد در طول دو ماه گذشته و با وجود شیوع کرونا با ابتکاری که به خرج داده شده مجلس مجازی با حضور 200 نفر از نمایندگان هر شب از ساعت 9 تا 11 برقرار بوده و بحث‌های مهم و خوبی از جمله جهش تولید، اشتغال، جمعیت و خانواده مطرح شده است و نمایندگان به فراخور دیدگاه‌های خود را بیان کرده اند که همچنان این جلسات ادامه دارد. جلالی در پایان درباره انتخاب خود برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی گفت با توجه به علایق شخصی و سوابق علمی علاقه‌مند به حضور در کمیسیون اجتماعی هستم، البته کمیسیون فرهنگی نیز انتخاب دیگرم است. سپاسگزاریم که تا انتهای این بخش خبری با ما همراه بودید. خدا نگهدار.